جلسه پیش قرار شد که صفحه HTML که درست کردید اونو با ویو بزنیدش. دو نفر فقط انجام داده، بریم ببینیم. بذارید ببینید این حالا بگیم حالا یه پیج، خب یه از یه این قسمتش هدرش و این پایین کریپتو اسید اصطلاح بهش میگیم حالا مین پیج، این پایین هم که نویگیشنشه. حالا این طوری اومدم تعریف کردم، یه کامپوننت تعریف کردم برای هدر، یه کامپوننت هم برای این وسط گذاشتنش، رندر کریپتو اسمشو گذاشتن، بعدم یه نویگیشنم که این پایینه. توی رندر کریپتو بریم ببینیم چه خبره. یه لیستی درست کردن که اول اینجا توی مانت اومدن دستور فیچر استفاده کردن، ای پی آی کال کردن، ریسپانسش رو گرفتن و ریختن توی متغیر کوینز. بعدش هم با اسلایس 40 تاش رو کات کردن، ولی خب اینجا میتونستن مثلا راحت بگن که پر پیجش 40 تا باشه، دیگه نیاز نبود سلایس بنویسن. کنترل زد میزنم، بعدم یه کامپوننت دیگه درست کردم برای هر سطری که حالا این کوین رو رندر کنه. اومدن یه دونه کامپوننت درست کردن، اینا هم پراپس باشه. بریم داخل کوین، من فقط ایراداتش رو میگم، خیلی خوب نوشته شده. فقط مثلا من باشم رندر کریپتو رو اسمش این نمیذارم، مثلا میذارم کوینز. حالا اسمش مهم نیست، ولی این API کال باید توی پیج لول انجام بشه. یعنی مثلا حالا فکر کنید باید روتر اینجا نداریم، پیج لولی نداریم، اینجا توی همین اپلیکیشن توی app.view API هم کال میکردم، بعد با پراپس کوین رو به این کامپوننت پاس میدادم. تر تمیز ترش اینه، نمیگم اشتباه این، ولی معمولا توی پیج لول API کال انجام میشه، با پراپس دیتا پاس داده میشه، بعد اونجا حالا رندر میشه. یه چیز دیگه حالا بخوام ایراد بگیرم، این همه پراپس من نمیام درست کنم، به ازای هر کدوم از این پروپرتی ها بیام یه پراپس تعریف کنم توی کوین. اینجا پراپس هم خیلی شلوغ میشه، بعد حالا یه پراپرتی دیگه جدید اضافه بشه، من اینجا دوباره بیام تعریفش کنم. کاری که میکنم اینجا میام یه پراپس کوین
در نظر میگیرم، تایپش هم میذارم آبجکت، بعد اینجا کوین رو کل آبجکت کوین رو بهش میده. بعد اون طرف حالا میگم کوین دات فلان، کوین دات مثلا URL، کوین دات نیمش، هر کاری خواستم باشه انجام میدم، کل آبجکت رو پاس میده. یه نکته دیگه ببینیم چی داره. یه چیز دیگه هم که ایشون رعایت کردن استایل، یه سری استایل هایی اومدن، استایل های داینامی که مثلا گفته که اگه پرایس چنجش بزرگتر از صفر بود یا سبز بشه، اگر نبود یا قرمز بشه. اینا میشد مثلا به صورت این لاین هم نوشت، خیلی همین کار رو میکنه. این لاین همینجا کدش هم اینست، ولی خب کره کثیفه. درستش اینه که کامپیوتی تعریف بشه اینجا مقایسه بشه، حالا اون کد CSS که قراره اینجا قرار بگیره رو بیاد اینجا قرار بگیره طریقا این کامپیوتی. این هم رعایت شده. فقط گفتم که شما بدونید این تیک کد رو نمیدونم برای چی نوشتم mount distance، خود VS Code هم بهش ارور داده. اضافه است کامپیوتر خودش اتوماتیک اجرا میشه، نیازی نیست که مثلا کالش بکنید. دیگه یه چیز خاصی دیگه نداره. بریم بعدی. اسم کامپوننت ها رو ببینید، کوین باکس سیش رو کوچیک زدم، بعد دوباره کریپتو دیت سیش دوباره کوچیک. اسم کامپوننت ها، اسم فایل ها رو خود ویو پیشنهاد کرده پاسکال کیس باشه، یعنی اینطوری سیش باید بزرگ باشه، حرف اول بزرگ، بعدش هم باکس هم دوباره پیش بزرگ. یه نکته بریم اینجا مت چی هست این؟ ویو دف تولز رو من نمیتونم اینجا فعالش بکنم، خیلی سخته. بخوام ببینم کدوم کامپوننت الان، ولی کاری که کردم یه کوین باکس برای هر کدوم از این آیتم ها درست کردم، بعدم توی کریپتو دیت اومدن ازش استفاده کردن و اینجا. پرایس چنجش رو ولی اومدن بیرون گذاشته، به نظرم کار اشتباهی. این هم داخل خود کوین باکس میتونستن بذارن. یه چیز دیگه هم مثلا اینجا اومدن کامپوننت چی متن رو ایمپورتش کردن، رجیسترش هم کردن، ولی از تمپلیت استفاده نکردن. سعی کن فکر کنید مثلا شما توی شرکتی هستین، یه فیچر دارین می‌نویسین، قبل اینکه حالا روی گیت پوشش کنید یا اینکه مثلا تحویل بدین، یه ریویو کنید خودتون، مثلا این ایرادات سینتکسی یا چیزی که کد اضافه است اینا رو خودتون حذفش کنید. خب بریم سراغ این جلسه. جلسه پیش اگه یادتون باشه داشتم اسلات ها رو میگفتم، ولی خب اسکوپو درست خودم بلد نبودم، نتونستم کامل بگم.
اینجا لسه اسلات رو بگم، بعدا میرم سراغ اسکوپ سی اس اس و میکسین، و اگر وقت اضافه اومد میرم سراغ روتر. جلسه پیش اگه یادتون باشه بذارید اینو من. اگر هم سوال دارین بپرس. خب میخوام این اسلات ها رو اسکوپش رو بگم، بذاریم داکیومنتش رو بیاریم. یه دایرکتیو داریم به نام وی اسلات. این وی اسلات چی کار میکنه؟ ببینید من اینجا اومدم یه کامپوننت تعریف کردم، اسمش رو گذاشتم یوزر، بعد یه دونه متغیر تعریف کردم یا آبجکت تعریف کردم به نام یوزر، رو یه حالا دوتا پروپرتی داره نیم و ایج. اگر من احتیاج داشته باشم به کسی که این کامپوننت میخواد استفاده کنه، بهش این امکانه بدم که این آبجکت دسترسی داشته باشه به این آبجکت یوزر، من به این اسلاتی که اینجا استفاده کردم، این اسلات چیزیه که فکر کنیم مثلا اینجا یوزر، خب اینجا مثلا یه کسی دیولوپری که میخواد از این کامپوننت استفاده بکنه، اینجا مثلا کد دلخواه خودش رو، تگای HTML دلخواه خودش رو، کامپوننت های دلخواه خودش رو بین این کامپوننت یوزر میاد میذاره، مثلا چند یه پاراگراف باز میکنه، یه تکسی میذاره. خب من میخوام که یعنی اون دیولوپر امکانه اینو داشته باشه، دسترسی به این متغیر آبجکت یوزر داشته باشه. اگر بخوام این کارا بکنم با دیتو بایندینگ، حالا هر اسمی دلم خواست، اینجا مثلا اسمشو گذاشتم یوزر، هر اسمی دلم مثلا میتونستم بزنم تست. منظورم اینه که حالا این دوتا اسم مشابه شده، این مهم نیست که اسم مشابه باشه. اینجا شما یه اسمی ها بهش میدین که هر اسمی که اینجا بهش بدین بایند بکنی، بعد این طرف ازش میتونین استفاده کنی. چجوری استفاده میکنی؟ با تمپلیت میتونید به دو صورت میتونید استفاده کنید. این کوتاه شده شه دوپلیکیت بگیره، اگر خواستید با وی اسلات نسخه بلندش اصطلاحا استفاده بکنید اینطوری وی اسلات، بعدش اسم اینجا چه اسم، هر اسمی که بایند کردید، مثلا من با اسم تست دارم آبجکت یوزر رو بایند میکنم. یه چیزی فقط ببینم، با این دو نقطه میتونید بگید که اسم اسلات چیه. پیش‌فرض اسلاتی که وقتی که استارید استفاده میکنید، یادتون باشه اسلات دیفالت بوده اسمش، میتونید این وی اسلات دو نقطه دیفالت رو بنویسینش، میتونید هم ننویسید مهم نیست. ولی اگر شما یه اسلاتی اینجا تعریف کردید، مثلا مثل این یه نیمی براش گذاشتم مثلا فوتر، خب بعد حالا یه چیزی بهش پاین کردید، اینجا دیگه باید بهش بگید که کدوم اسلات، اسلات فوتر، حالا چه دیتایی برای من دیسترکت کن بکش بیرون، مثلا اسمش گذاشتیم اینجا حالا تست، تست رو بیار بکشش بیرون. خب حالا بریم ببینیمش. اینو من کنترل زد میزنم، کوتاه شده. من اینطوری استفاده کنید خیلی راحت تر، یه علامت شارپ میذارید همون بی اسلات میشه، بعدش اسم اسلاتتون مساوی حالا متغیری که میخواید بکشید
بکشید بیرون. مثلا اینجا اسمش رو گذاشتیم تست، نه هم یوزر میذاریم که اسمش قشنگ باشه. خب حالا ببینید، حالا به چه درد میخورید؟ فکر کنید شما یه کامپوننتی دارید اینجا، یه API کالی برای خودش اصلا داره جدا انجام میده، مثلا میاد پروفایل کار برای اطلاعات پروفایل کار برای میاد میگیره، بعد میریزتش توی آبجکت یوزر. شما میخواین بعدم یه اسلاتی در اختیار یعنی این کامپوننت داره، حالا میخواین که اگر دیولوپری که میخواد این کامپوننت استفاده بکنه بهش این قابلیت هم بدید که از این آبجکت یوزر بتونه استفاده بکنه. میتونید اینطوری بایندش بکنید متغیرتون رو، بعد این طرف حالا توی کامپوننتی که توی جایی که داره ازش استفاده میکنه راحت میتونه دیستراکتش بکنه. به این کار میگیم دیستراکت کردم، توی جاوا اسکریپت داشتیم دیستراکت میکنه. میتونید اینطوری بنویسید، میتونید هم یه اس بذارید، مثلا اسمشو بذارم اسلات props، هر اسمی دلتون خواست، مثلا تست. خب تست، حالا اگر نخواستید دیستراکت بکنید اینطوری میشه تست دات اسم آبجکتی که اسم چیزی که بایند کردین، حالا مثلا اسمش رو من گذاشتم یوزر. ولی تر تمیز سر و کوتاه ترش اینه که اسمش رو اینجا دیستراکت بکنید و بعد هم اینطوری ازش استفاده کنید. این از اسکوپ ها. اگر از اسکوپ ها سوالی دارید بپرس، اگر نه که بریم سراغ اسلات ها، بریم سراغ اسکوپ سی اس اس. خب بریم سراغ اسکوپ سی اس اس. ببینید اینجا وقتی که شما یک کامپوننت تعریف کنید، مثلا بریم کامپوننت دکمه، من اینجا یه استایلی دارم، کامپوننت که از سه بخش تشکیل میشه، یکی تمپلیت و یکی اسکریپت و یکی استایل. خود این حالا ما با این استایل کار داریم، بریم این دکمه ای که الان اینجا من استفاده کردم و استایلش ببینیم. اینسپکت میگیره، ببینید من یه اسکرین شات هم میگیرم که حالا بعد خواستیم مقایسش بکنین یادتون باشه، ببینید راحت داشته باشین. این بدون اسکوپه. حالا من میرم اتریبیوت اسکوپ رو اضافه میکنم. اسکوپ نه از چی بود سکوپت ایدی هم داره. خب حالا این سپیک میگیرم، ببینید اول اینکه اینجا توی HTMLش یه کنترل زده دیگه بزنم، HTMLش هم ببینید این کامپوننت باتن HTMLش که رندر شده، خب یه اسمی اومده، یه اتریبیوتی براش گذاشته، اسمشو گذاشته دیتا داش وی داش، یه عددی، یه عدد رندومه، خب عدد که نه، یه چیز یونیکیه، یه استرینگ یونیکیه. حالا این اسکوپ رو میزنم، ببینید اسکوپ این اسکرین شاتی هم که از بدون اسکوپ گرفتم، حالا ذخیرش میکنم. ببینید سلکتوری که حالا داره، سلکتوری که داره استفاده میکنه به این شکل شد. اینو من میارمش اینور، اینو چیزش که بستش مهم نیم. ببینید قبلیه فقط btn.readش رو نوشته بود، یعنی یه همچین چیزی، یه دونه سلکتورش رو اینطوری اومده بود استفاده کرده بود. خب
این تعریف کرده بود. ولی وقتی شما اسکوپ میذارید توی کامپوننتتون، چیزی که رندر کرده مثلا اینجا دیتا وی 0.15 حالا هر چیزی اومده توی آکولاد گذاشته، یادتون باشه خواستیم یه چیزی با CSS اتریبیوتش را سلکت بکنیم، بین آکولاد میذاشیم اسمش آکولاد باز بعد اسم اتریبیوت. یه لحظه من در رو باز بکنم الان میام. حال به چه درد میخوره؟ یه اسکوپ رو میذاریم که به چه درد میخوره. بکنید شما یه کامپوننت دکمه درست کردین، بعد سه ماه بعد یه دوستتون، بعد حالا بسیاریم مثالش با هم انجام بدیم، بدون این اسکوپ رو حذف میکنم، من یه دکمه دیگه ترک بکنید، پروژه رو نوشتینش الان، بعد دوستتون برنامه‌نویس همکارتون میاد یه کامپوننت دیگه درست میکنه، مثلا اسمش رو میذاریم چه بیادارم مثلا نف. خوب اینجا یه تست می نویسیم، یه اسکوپ رو هست میکنیم، اینم برش دارم، بعد شما مثلا 60 بیگ. ببینید الان همه چیز اوکیه، خب هیچ مشکلی پیش نیمده. حالا من میام توی اینجا توی app.view کامپوننت نوم هم ایمپورتش میکنم، nav.view رجیسترش بکنیم، بعد بیام اینجا بادش کنیم. ببینید چه اتفاق افتاد، این کامپوننت دکمه منه. خب استایلی که توی کامپوننت دات ویو من اومد روی اینم اومده اعمال شده روی کامپوننت باتن من، اینقدر حالا اندازش بزرگه درست نشونش نمیده. ببینید بذارید یه کار دیگهش بکنیم، مثلا اینو بکراند کالرش رو این میذاریم، نه یه چیز دیگه چون اوورراید داره میشه، مثلا هدینگ این بر ببینیم داره یا نداره، یا اصلا ایمپورتنتش میکنم. ببینیم توی کامپوننت nav.view اومدم اسم سلکتورم رو btn گذاشتم، توی تعداد کامپوننتاتون خیلی زیاد میشه یه پروژه حالا واقعی کار بکنید، تعداد کامپوننت مثلا 1000 تا کامپوننت شده، اسم استایل اسم این سلکتوراتون یادتون نیست که مثلا توی فلان کامپوننت من چی بوده، اینا کانفلیکت پیش میاره هیچ وقت. حالا یه چیزی همیشه یادتون باشه هر کامپوننت که تعریف میکنین اسکوپ رو داشته باشه، که در آینده اگر شما کامپوننتتون زیاد شد بعد این اسم انسله هم شد این اتفاق نیفته. مثلا من اینجا گفتم که توی کامپوننت باتنم اومدم گفتم که رنگش قرمز باشه، بعد توی نویگیشن توی این اپلیکیشن app.view اومدم این کامپوننت هم استفاده کردم چون که اسم سلکتورش مثل همه، بعدم این بک‌گراندش پروپرتیش رو ایمپورتنت کرده، این روی اونم اعمال شده روی این کامپوت باتن هم اعمال شده، این خیلی بده. فکر کنید حالا اینقدر پروژه بزرگه بعد اصلا شما بیزینس یه پروداکتش دیگه رو نمیدونید که کجا داره چه تغییری یا اعمال میکنه،
خودتون هم نمیدونید، مگه اینکه مثلا اون برنامه نویسه همون محصول، همون مثلا اون قسمت بفهمه، بیاد به شما بگه که مثلا یه همچین کاری کردی، بعد یه این کانفلیکت پیش اومده. من همیشه توی پروژهاتون اسکوپو بذارید که همچین اتفاقی نیفته. خب حالا اسکوپو میذاریمش، اسکوپ این برم بذاریم، ببینید این کامپوننت نویگیشنه نو، اینم که کامپوننت باتنه، دوتاش سلکتوراش مثل همه ولی هیچ پروپرتیاش روی هم اعمال نشد. دلیلش هم به خاطر این قابلیت ویو که میاد از این اتریبیوتی که رندوم برای هر المنت تعریف میکنه میاد توی سلکتور CSS هم از همون استفاده میکنه. دیگه یونیک میشه این سلکتور، وقتی یونیک میشه دیگه همون پروپرتی ها برای این کامپوننت اعمال میشه. حالا بعضی اوقات شما احتیاج دارید، مثلا من یه کامپوننتی ها نوشته شده همکارتون، بعد میخواین شما این کامپوننت استفاده کنید، این کامپوننت هم توی 100 تا صفحه دیگه استفاده شده، ولی شما میخواین این کامپوننت ها یه استایل خاص دیگه ای بهش بدید. مثلا این کامپوننت دکمه من میخوام توی صفحه ابات هم یه ذره فونت سایزش بزرگتر باشه، میخوام یه همچین کاری بکنیم. بریم با هم انجام بدیم. اینجا توی این یوزر رو من جای یوزر باتن رو من میارمش، ایمپورتش میکنم. این اینجا شو بریم ببینیم. خب این هم پاکش کنید، یک کاری باش نداره. خب فکر کنید حالا این پروژه واقعی یه این کامپوننت باتن هم توی 100 تا صفحه، توی 100 تا کامپوننت دیگه یا حالا صفحه استفاده شده. بعدم نمیخوام من برم تو خود این کامپوننت استایلش رو تغییر بدم، چون این بیس یه ما یه اصطلاحی داریم بیس کامپوننت. ما یه بیس وقتی یه پروژه شروع میشه میایم یه بیس کامپوننت هایی تعریف میکنیم، مثلا دکمه، اینپوت، تکسری یا چه میدونم سلکت، دراپ داون، نویگیشن، یه سری بیس ها رو درست میکنیم. بعد توی پروژه برنامه نویس های دیگه میان از این بیس کامپوننت ها استفاده میکنن. این بیس کامپوننت ها چون که توی پروژه خیلی استفاده میشه، اشتباهه که برنامه نویس بیاد مثلا شما این کامپوننت رو نوشتین، یک سال هم استفاده شده، بعد شما میخواین توی یه جای دیگه یه فیچری یه قراره شما دیولپ بکنین، فیچر جدیدیه، بعد اون گرافیکی که برای اون فیچر زده شده یه ذره دکمش مثلا فونت سایزش بزرگتره، شماش کار غلطیه که برید توی خود اون کامپوننت بیاین فونت سایز بیاین تغییر بدید، چون که توی اون 100 تا جایی که استفاده شده دارم میاد اعمال میشه. حالا من فقط میخوام توی مثلا همین جایی که همین صفحه‌ای که این کامپوننت استفاده شده من میخوام یه استایلش رو تغییر بدم. برای این کار ویو جی اس یه قابلیتی در اختیارتون گذاشته، اینم اسکوپ رو بذارم، اسکوپ به نام دیپ یا وی دیپ چند جور هست، بذارید داکیومنتش رو گوگل کنیم. ویو جی اس استایل دیپ به دو صورت میشه استفاده کرد، یکیش این دیپ هست، بازش کنم، یکی اینه دوتا دو نقطه وی دیپ، بعد اسم سلکتورتون. ببینید دوتا دو نقطه میذارید، این از پیش تعریف شدن یه چیزیه که توی ویو جی اس وجود داره. شما اگه این وی دیپ رو بذارید یعنی میگه برو تو عمق اون کامپوننت، بعدش
اسم سلکتوری که میخواین حالا تغییرش بدین، مثلا اسم سلکتوری که توی کامپوننت دکمه اسمش BTN دیگه، او رو بعدش BTN پیداش کن، حالا مثلا بکگراندش رو مشکی کن ببینیم. ببینید اینجا اومده کدش رو اعمال کرده، خب ولی یه ایمپورتنت بذاریم. ببینید به همین راحتی من دیگه نرفتم تو خود کامپوننت تغییراتم و استایل خاص خودم رو استفاده کن، یا حتی فکر کنید شما یه کامپوننتی رو اصلا از NPM دانلود چیز کردین استفاده کردین، یه کامپوننتی رو از گیتاب شما توی پروژتون استفاده کردین نصب کردید، بعد دیگه اونجا که نمیتونین برین توی نود ماژول برید اونجا کد استایلش رو تغییر بدید. راهش اینه که با وی دیپ بیاین سلکتوری که حالا میخواین بره استایلش رو تغییر بده رو اینطوری با این وی دیپ میتونید انجام. یه سینتکس دیگه هم که میشه استفاده کنید اینه، ولی خب میگه که توی ساس نمیتونید از این استفاده کنید. سه تا علامت بزرگتر بزن. یکی دیگه هم هست سلش دیپ دیپه، بزنینم ببینیمش. سلش دیپ دیپ سلش دیپ سلش نم ببینیمش. اینم توی روت استایل میگه نمیتونه استفاده کنیم. چجوری؟ اینجا من یه اسمی براش میدم مثلا تست. خب اینو کات یه میشیم بالا. چرا میگه دیکریپت شده؟ همین دو تا رو شما داشته باشین، دو نقطه دو نقطه وی دیپ رو. بعد اگه ساس ندارین یعنی سی اس اس خام دارید میزنین، از این هم میتونین استفاده بکنید. توی سی اس اس ورژن توی ویو سی اینا هست وی دیپ رو. اینم که میگه دیکریپت شده، اینا دیکریپت شده، فقط توی اس ویو سی فقط از این میتونین استفاده کنید. یه چیز دیگه یه امکان دیگه هم که اضافه شده، میتونید دیگه توی همین پرانتز بگید اسم سلکتوری که میخواید. تو کاری به ویو سه ما نداریم، ولی خب اینجا داشت بود گفتم. اینم از اسکوپ ها. بریم سراغ میکس اینا. خب سوالی اگه دارید کنترل زد بزنیم. میکس اینا چیه؟ ما یه توی ویو جی اس یه قابلیتی هست به نام میکس اینا. فکر کنید شما یه تیکه کدی دارید که این قراره توی کامپوننت های مختلف به تعداد بار زیادی ازش استفاده بشه. مثلا چی؟ مثلا من میخوام هر بار که کاربر روی دکمه یه فرمی داریم، این فرم قاعدتا یه دکمه داره دیگه، مثلا یه دکمه ورود، یه دکمه ارسال، یه دکمه چه میدونم ثبت نام، روی این که کلیک شد یه نوتیفی به کاربر نشون بده، یه پیغامی بهش نشون بده. یه راهش اینه که شما توی هر بار توی اون متدتون، مثلا شما وقتی رون دکمه کلیک میشه اصطلاحا سابمیت میشه، یه متد دارید مثلا اسمش گذاشته مثلا سابمیت. این حالا یه تیک کدی داره که یه اطلاعاتو میگیره و ارسال میکنه به سرور. کاری من به اینش ندارم. بعد که ارسال شد میخواییم به کاربر یه پیغامی بدید که مثلا مثلا فرم ثبت نامه، بگیم ثبت نامه شما با موفقیت انجام شد. خب یه راهش اینه که من هر بار بیام اینجا تیک کد نمایش نوتیفم و نوتیسم و اینجا نوتیسم منظورم این کامپوننت بخوام بهتون بگم element
هر بار که مثلا کاربر که روی دکمه ثبت نام کلیک کرد، من میخوام بهش بگم که ثبت نام شما موفقیت آمیز بود. خب یه راهش اینه که من بیام یه تیکه کد مثلا 5 6 خط 10 خط حداقل باید کد بزنید که یه همچین چیزی با همین استایل و این چیزا نشون بده دیگه، درسته؟ یه راهش اینه که این کار رو بکنید، 10 خط رو هر بار تو همه فرماتون تکرار بکنید. مثلا حالا مثلا اینجا فکر کنید 10 خط نوشته شده برای اینکه این نوتیس انجام بشه نمایش بده. این حجم کدتون رو میبره بالا دیگه، فکر کنید تعداد فرماتون توی پروژه هم زیاده دیگه. به جای اینکه این تکرار رو حذف بکنیم، ما میایم میکسین تعریف میکنیم. میام یه دونه فایل تعریف میکنم، مثلا یه فولدر، مثلا فولدر درست کنم میکسین. بعد حالا یه فایل تعریف کنم، حالا اسمش کاری که قراره میخواد انجام بده، مثلا notice.js. خب اینجا export default میزنم، بعدش اینجا کدی که قراره ازش چند بار استفاده کنم و میام اینجا می‌نویسم. مثلا اسم متدمو میذارم on success. خب بعد هر بار که این کلیک شد بیاد یه آلرت نمایش بده، مثلا این مسیج رو بیاد نمایشش بده. خب یه چیز خیلی خیلی ساده دارم درست میکنم، فقط میخوام نحوی اصلا میکسینا چه موقع استفاده درک بکنید که چه موقع این میکسینا استفاده باید بکنی. خب حالا نحوه استفادهش چی؟ من اومدم پس یه دونه فایل تعریف کردم، اسمش رو گذاشتم نوتیس، حالا هر اسم دلتون خواست. بعدش یه توی فایل notice.js هم export default کردم، حالا این کدی که دلم میخواد رو نوشتم. مثلا یه متدی تعریف کردم به نام onSuccess، حالا میخوام بیان این میکس رو رجیسترش کنم و بعد از این متد آن ساکسس استفاده بکنم. خب میام اینجا میکسینز نوتیس دات جیس. خب نوتیس اسمش رو میذارم نوتیس میکسین. بعد حالا میخوام رجیسترش کنم اینجا، تا اینجا فقط ایمپورتش کردم، حالا میخوام رجیسترش کنم وی میکسینز. میکسینز دو نقطه، حالا آکولات باز، حالا هر تعداد میکسینی که ایمپورت کردین و اینجا بهش میدید. خب چجوری حالا ازش حالا متدی که اونجا تعریف کردم و میخوام ازش استفاده کنم، کافیه بنویسم this.onSuccess، حالا یه استرینگی یه مسیجی هم بهش میدم success. یه اینجا یه دوک گفت به آن کلیک اینا یه این آن ساب میتو بدین که وقتی روش کلیک کرد نشونمون بده. داکیومنتش هم که بخوایم بهتون نشون بدم این ببینید میکسینز رجیسترشون درست نشون اینجا تعریفش کرده، این حالا نحوه تعریفشه، اینجا نحوه استفاده کردنش یوز کردنش. بعدم ازش الله استفاده کرده. خب بریم ببینیم هر چیزی که دلتون خواست میتونید توی این میکسینس بریزید. مثلا فکر کنید من یه متغیری میخوام اینجا داشته باشم، اسم متغیره مثلا لاگه. خب و این لاگ توش تست، هر چیزی که شما اینجا توی میکسینگتون بنویسید وقتی اینجا
ایمپورتش میکنید و بعدم یوزش میکنید، میکسین. شما با این دیست به همه یه این چیزهایی که توی این فایلتون هست، توی این میکسینتون هست دسترسی دارین. یعنی من به این لاگم، به این متغیر لاگم دسترسی دارم. اینجا ببینید، من الان اینجا کنسول لاگش میکنم، dist.log. یه نکته که داره، الان شما اینجا توی دیتا اومدم یه متغیر لاگ تعریف کردم، شما دیگه نمیتونید. اگه اینجا من بیام یه دونه متغیر لاگ با همین اس تعریف کنم، اوورایدش میکنه. مثلا اسمشو بذاریم اینجا متغیر، مقدارش اینجا گذاشتیم تست، اینجا میذاریم تست. تو خب ببینیمش. ببینید اولویت با همین دیتایی که اینجا تعریف کردیم، ولی خب وقتی که نباشه همون چیزی که توی میکسین تعریف کردم، متغیری که تو اینجا تعریف کردم، مقداری که اینجا داره رو ازش استفاده میکنه. میکسین ها تا جایی که میدونم توی ویو 3 دیکریپت شده، تا جایی که یادم. بزنیم سرچ کنیم ویو 3 میکسین. انگاری هنو هستش، ولی از توی ویو سچ هوک ها اضافه شده. هوک که اضافه شده به نظر من دیگه میکسینا مسخره است استفاده کردش. توی شاید جای خاص بشه ازش استفاده کرد، ولی هنوز هستش توی ویو سه هنو هستش. اینم از میکسین. اگه سوالی دارید بپرس، اگه نه که بریم سراغ روترو. روتر را خیلی طول میکشه، یه رو وقت داریم. به نظرم بذاریمش برای جلسه بعد. هو کارو بذاریم توی ویو سکر رسیدیم. میگم بیلن ویو داره، شما حالا یکی دو ماه به نظرم کار بکنید. ویو سه بعدش که رفتیم سراغش، هو کارو هم بهتون میگم. وی روتر هم به نظرم خودتون بر جلسه آینده خودتون داکیومنتش رو یه نگاهی بندازید. UJS روتر داکیومنتش خیلی تر تمیز خوب همه چیز رو گفته. به نظرم بخونید خودتون یه دو بعد، یه جلسه بعد من خواستم بگم سوالی چیزی داشتیم بتونید بپرسید. ویو ایکس اینم استیت منیجمنت، اینم بعد روتر، جلسه روتر میگم. استیت منیجمنت هم خیلی خلاصه بخوام بگم، شما الان با پراپس دارین دیتا پاس میدین. فکر کنید یه دیتایی داری، فکر کنید مثلا اینجا، خب اینجا من یه دونه، فکر کنید اینجا صفحه هومم. خب من اینجا یه کامپوننت هوم دارم که اسمای مختلف، اسما رو دارم الکی میدم. خب بعد اینجا یه دونه هدر دارم، بعدش یه دونه رایت، مثلا چی بگم دیگه، یه دونه سرچ دارم. اینجا مثلا یوزر پروفایل، پروفایل خالی، پروفایل
من اینجا اینا رو پاک کنم گیج نشیم. ببینید این پینت من بیارمش. یه کامپوننت یه کامپوننت این هممه. خب این کامپوننت هدره این کامپوننت از سرچ هم اینجا. خب این سرچ همه پروفایل هم مثلا اینجا. خب پروفایل من میخوام این متغیر این آبجکت یوزر رو توی پروفایل هم داشته باشم. یه راهش اینه که من با پراپس هی اینطوری این آبجکت یوزر رو پاس بدم به تا بره پایین. بعد توی هر کدوم از این کامپوننت هم با پراپسش تعریف بشه دیگه، درسته؟ بعد یوزر هم بدم به این یه پراپس هم برای هدر تعریف کنم، بعد بایندش کنم، بعدم این به این بدمش. سه بار این آبجکت یوزر رو داریم پاس میدیم به کامپوننت های مختلف تا برسه به این کامپوننت اصلی که من میخوام، در صورت که اصلا این آبجکت یوزر توی هدر اصلا استفاده نمیشه. حالا حسابش رو کنید که این مثال خیلی ساده بود. فکر کنید کامپوننتتون این الان تا اینجا 3 تا لول شد، فکر کنید 10 تا لول باید پراپس پاس بدین تا برسه به این پروفایل که اینجا آبجکت یوزر رو بهش احتیاج داره. استیت منیجمنت اومده این قضیه رو حل کرده، به جای اینکه شما با پراپس این همه دیتا الکی پاس بدید، میاد یه استیت گلوبال تعریف میکنید اون یوزرتون رو، اون آبجکت یوزرتون رو توی استیت گلوبال تعریف میکنید و بعد هر جایی که خواستید تو اون کامپوننت ازش استفاده میکنید. VUX این کار رو انجام میده. این هم بعد جلسه یه روتر میگه. خب اگر سوالی ندارید خسته نباشید. خب برای جلسه آینده در جلسه آینده بریم دیبل
مرجع نصب های هنده اینو درست کنید. من دورش خط کشه فقط این کامپوننت. یک باکس درست بکنید با همین سایز، حالا سایزش مهم نیست. خب پیش فرض لیست تمام کشورهای داشته باشه اینجا، وقتی که سرچ میکنه اینجا فیلترش بشه. دکمه لاگین ایناش هم دیگه نذاشتیم، من مهم نیست، فقط میخوام این وقتی که اینجا سرچ میکنه این کشورها لیست کشورها چیز بشه، مثلا ایران آی آر نوشتین تمام کشورهایی که با آی آر شروع شده رو بیاره، یا مثلا بی آر زد تمام کشور بی آر زده رو بیاره. لیست کشورها هم میتونین گوگل کنید در بیارید. بلگاش هم هست، سرچ بکنید میتونین پیدا بکنید. این شما پیش شماره ای که حالا تو پرانتز گذاشته مهم نیست، فقط اسم کشور است، دیگه سخت میشه، وقتتون هم الکی گرفته میشه. یه کامپوننت درست کنید اسمشو بذارید countries. بعدش وقتی که کاربر اینجا چیز میکنه تایپ میکنه این کشور را فیلترش. خب خسته نباشید، شبتون بخیر.